د لوی بخونکو خدای په نامه سلامونه وخت په خیر د نن ډیالوګ پرونه ته مو زه نور عرفان هرکلی کوم. کندهار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د اسلامي امارت یو شمیر لوړ پوړي غړي حضور درلود. د ځینو معلوماتو له مخې دلته خپلمنځي مجلس روان و او نن پای ته رسېدلی. د تایید شویو راپورونو له مخې نړیوال مشروعیت لویه جرګه د نجونو ښوونځي په حکومت کې بدلونونه او د هیواد روان وضعیت د دې خپلمنځي مجلس د بحث اصلي محور تشکیلاوه. اسلامي امارت تر دې دمه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. کابل نیوز مخکې راپور ورکړی و چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د پرانیستو په هکله موظفې کمیټې په کابل کې خپله پریکړه کړې او د تایید لپاره یې کندهار ته لیږلې ده. کیدای شي دا موضوع هم د کندهار په مجلس کې مطرح شوی وي. په نننۍ خپرونې کې د کندهار د جلسې په تړاو بحث کوو. د خپرونې میلمه د سیاسي چارو شنونکی سلیم پیګیر راسره د بحث میلمه دی. پیګیر صاحب سلام، خوش آمدین به برنامه. چی فکر میکنید آیا در مورد چگونگی مشروعیت جهانی سران طالب در این نشست خود که در کندهار برگزار کردن به توافقات رسیده باشن؟ سلام خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون شما. علیکم. عرف بالای از اونا نیست که اونا به خاطر مشروعیت جهانی بین خود بشینن جلسه بگیرن. اول خوب ببینین همین جلسات که درباره افغانستان در کجای افغانستان که دایر میشه و از طرف هر کسی که دایر میشه، خب باید مردم افغانستان آگاه باشه از اجندایش، از فیصلهش، از تمامش. این نمیست که جلسات به طور پنهانی و یا رسانه ها را خبر نمی کنن، عرف های به میان می آید، سوال های به میان می آید که چرا مردم افغانستان آگاه نیست، روی کدام مسائل اونا بس می کنن. میایم سر جواب سوال شما. بازم تکرار می کنم، ما مشروعیت جهانی رو وقت گرفته می تانیم که ما مشروعیت داخلی رو بگیریم. مشروعیت داخلی نداریم؟ ببینین کلی ادعا میکنه هر دولتی که در افغانستان میای میگه تمام مردم افغانستان همراه ماست، ولی سند هیچ کس نداره. این باید مستند شوند. چرا ما اگر تمام مردم افغانستان همراه تمام دولت هایی که بوده که نبوده بودن و یا امارت اسلامی افغانستان اداره داره که مردم افغانستان همراه ما هست، پس این مستند بسازه به افغان ها و جامعه جهانی؟ چگونه باید مستند بسازه؟ راه های بسیار مختلف وجود داره، راه های بسیار زیاد وجود داره. مثلا امی دایر کردن لوی جرگه. لوی جرگه به این معنی نیه که لوی جرگه های سابق و خودشان بشینه دستار بالا بکنه، نه. لوی جرگه که به انتخابات مردم اصیل، نماینده های اصیل مردم افغانستان اشتراک بکنه و در اون مسائل بانن برای مردم افغانستان که فیصله بکنه. مثلا موضوع قانون اساسی است. هیچ کشور در دنیا وجود نداره که قانون نداشته باشه، قانون اساسی نداشته باشه. هیچ کشور در دنیا وجود نداره. بنان موضوع قانون اساسی است. مردم باید فیصله بکنه که مردم چی میخواید. جمهوریت میخواین، امارت میخواین، سلطنت میخواین، خلیفه میخواین، پادشاهی میخواین، چی میخواین؟ این مردم باید فیصله بکنه. و در حکومت کی ها را میخواین و چگونه حکومت میخواین، هیر تمامش مردم باید فیصله بکنه. هر وعده که بکثریت مطلق آرا اوجا فیصله شد، مردم دست بالا کرد، اونموز که مشروعیت داخلی یکی از راه ها. انتخابات است، عوام پرسی است، بسیار راه هاست که ما میتونیم اگر خواسته باشیم این مشروعیت از مردم افغانستان بگیریم. تا که مشروعیت داخلی ما نداشته باشیم، خارجی ها اعتماد نمی کنند. ای که ما روستا بگا بگوییم که مثلا ما مشروعیت داخلی داریم، ولی اونا سند میگن روی کدام اسناد انتخابات کردی، لوی جرگر دایر کردی، عوام پرسی کردی؟ نه، ای که شما گفته میرین گفته برین، ولی مشروعیت داخلی ندارین. یک موضوع سرمیاییم سر مشروعیت بین المللی و یا جهانی. ببینیم حال و جهان 20 سال، 30 سال، 40 سال پیش نیست. اونا اعمال میبینن هر حکومت چگونه عمل میکنه در مقابل مردم خود، در مقابل جامعه جهانی. اونا او رو میبینن، در گفتار نمیشه، عمل میبینن. ما ادعا میکنیم که تمام شرایط جامعه بین المللی را ما مراعات کردیم،
و شما باید ما را باید به رسمیت بشناسین. یک عاملش پیشتر گفتم که مشروعیت داخلی نداریم بدون زو. موضوع مکاتب دختر هاست که روی هیچ نوع دلیل افغانی اسلامی وجود نداره که ما مکاتب برای دخترها بسته کنیم. روی این موضوع میخوایم بپرسم، چرا یک مسئله که واقعا باید بسیار به سادگی حل میشد امروز چرا اینقدر پیچیده شده؟ چرا مسئله بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم یک معما شده؟ ببینید، ما همیشه افغانا عادت داریم خب گری دست بدن دانواز میکنیم. با وجود که می مکاتب دخترها، خود آقای انس حقانی میگه یکی از عوامل بدبختی مردم افغانستان بی‌سوادی است. خودش میگه. پس چرا مکاتب بسته کردیم؟ ما بارها گفتیم، باور داشته باشیم که این سال پاره ما سرش بسته میکنیم، ولی ببینید سه ماه از سال تعلیمی جدید گذشت. شاید به بسیاری ها یک چیز عادی باشه، خب دختر هاست مکتب نخوانه برون، ولی میفهمی این سراینده مردم افغانستان چقدر تاثیر میکنه. باور داشته باشین وقتی که فلاتون مکتب اولین مکتب باز کرد، از او پرسان کردن دختر ها باید بیا یا بچه ها، گفت نه دختر ها. گفتن چرا؟ وقتی که دختر ها مکتب بخوانه تمام یونان باسواد میشه. و یک بار فامیل خود فکر بکنین، فامیل خود من فکر میکنم، همگی باید فامیل خود فکر بکنه. اگر یک خانم دک فامیل با سواد می باشه، باور داشته باشین، حتی اگر شوهرشان بی سواد باشه تاثیرات داره که شوهر خودم با سواد می سازه، اولادار خود چی میکنه؟ پس اگر جامعه را ما میخواییم با سواد بسازیم که هیچ نوع تضاد علیه دین مبین اسلام نداره، پس چرا ما دروازه را بسته کردیم؟ چرا حرفای جامعه جهانی را انتقاداتش بالای خود شدید ساختیم مکاتب؟ و باور داشته باشین جامعه جهانی، کشورهای همسایه، کشورهای جهانی بالای ما میخندن که چه قسم مردم است مکاتب برای اولادای خود بسته کردن. کی باور داشته باشین دایی گپم کی نسل کشیز، افغان کشیز، ما نسل ها را بی سواد می سازیم. این نباید. ببینید اگر از نگاه اسلامی سرش بس می کنیم، علما در کابل فیصله کردن، در قندار فیصله کردن، در نیمروز فیصله کردن، در مزار شریف فیصله کردن، علمای دین در و حتی یک عضو برجسته امارت اسلامی در دوره پیشین مولا عبدالسلام ضعیف هم در رابطه با ارزش تعلیم علوم عصری صحبت کرده بودن و به نحو اشاره داشتن به این مسئله. ببینید من که اشاره دادم که یگانه عامل بدبختی مردم افغانستان همی بیسوادی است، همی جنگ هایی که در طول 43 سال بالای مردم افغانستان تحمیل شده، همش یکی از عواملش همی بیسوادی است. ببینید یک باور داشته باشین همیان بسیار چیزهاست که شاید زیر پای ما بفته بسیار قیمتی باشه، ولی ما شما نمیشناسیم. کشور بسیار غنی را خداوند ما شما را داده، ولی افسوس که هیچ نمیفهمیم چی در کجاست. نفت داریم، گاز داریم، آهن داریم، آب داریم. ببینید امروز بدبختانه که مدام صدر خبرها افغانستان یکی از کشورهای است که از خوشسالی در صدر جدول از صدمه میبینه، با وجود که آب ما ایران هم میره، گفتم نه ایران هم میره، پاکستان هم میره، دریای هرمز. ما چرا باید باشیم؟ همیز تاثیر بسوادی است. ببینید حتی بیل اگر ما همی 30-35 میلیون تصمیم بگیره که همی زمینایی که مکروبایرس و یا از استفاده کرد نمیتونیم، باور کنیم قد بیل میشه همی 10-15 میلیون اگر بچسبن همی دریاچه ها رو میتونن بکشن بیارن، ولی همیشه منتظر چیست که بازم بدبختی ما اینه میست که ما مردم هستیم که بی سواد زیاد داریم. فایگر سب اگر بیایم روی این مسئله صحبت کنیم که حکومت فعلی دلیل عدم بازگشایی مکاتب را آماده نشدن طرح میدانند،
نظر شما چیست؟ شما چی دلایل را میبینین در پشت عدم بازگشایی مکتب دختران؟ این دلیل منطقی افغانی اسلامی وجود نداره. ببین ببین خب امروز ما یکی از صحبت های مسئولین امارت شنیده و گفت و هم سر طرحه، اگه طرح کار دارن اصلا طرح ضرورتش نیست، مکاتب دخترها جداست، معلمی تا چپراسی تا ملازم اونجا زن است، یونیفرم مکتب حجاب اسلامی دامن دراز چادر همه چیز آماده است و آماده بود در طول تاریخ. دخترای افغانستان در مکاتب به حجاب رفتن نمیتونستن، یونیفرم بود حجاب بود اونا میرفتن، هیچ نوع دلیل وجود نداره. ای که چگونه مردم افغانستان را در گرو میگیرن سر بسیار مسائل، بسیار مسئله. اگر حرف پیشتر شما طرح بیای من 15 دقیقه، اول ضرورتش نیست، میگن کمبود معلم‌هاست. تو خدایتان ببینید هزارها دختر ما که پانتون خوانده بیکار میگردن، ظرف 3 روز بیارم پیش ما کلش ما در مکاتب به صفت معلم استخدام میکنه. هیچی کار مشکل است که نمیشه، مکاتب چوکی داره، میز داره، مکاتب آماده است، پس چی مشکل وجود داره؟ و هیچی ضرورت هست که از کمیسون جور شده که ما اولاد ما درس بخونه یا نخونه؟ اگر من این سوال از رهبری امارت اسلامی بکنم که آیا اولادای شما درس نمیخونه، اکثریتشون جوابشان مثبت است که میخونه. اسماعیل شاهین در یک رسانه خارجی صحبت کرده بودن، گفتن که اولادای ما در خطر درس میخوانن. نه تنها اونا، این یک مثالش بود. من تا جای آگاهی دارم پانتون هم میخوانن، حتی در کشورهای خارجی پانتون هم میخوانن، درس هم میخوانن. این می تفریق چرا ما بین یک اولاد غریب از این وطن، ما بین دختر موار یک غریب انسان و مسئولین امارت اسلامی و در طول تاریخ همه تا بده و در طول 20 سال همه تا بده. شما آقا دیده نیم رهبرای جادی را مکاتب در می دادن ولی دختر خودشان کلشان پانتون خواندن، فاکولته خواندن، کلشان باسواد، همهشان ماستر، حقوق خواندن که علوم سیاسی را خواندن، همه چیز خواندن و دخترهای دیگر در مکتب نماندن. این چرا؟ چرا ما اینقدر بس لا فرقیت بکنیم ما بین دختر یک غریب بیچاره و دخترهای خود؟ و اگر اونا دلیل میاره یکان تاش که دختر مام نمیخونه، این ظلم است که شما در حق دخترتان میکنید. پس ادعا نکنین که باز دکتر زن باشه و معلم زن باشه و چپراسی زن باشه و نر زن باشه و کل چیز زن باشه. ای از کجا میشه؟ خویده میبانین دخترهایتان درز بخوان. و یک موضوع رو باید به گوش امارت اسلامی باید برسه، از دختر افغان کده در هیچ کشور اسلامی دخترای با عفت و با عزت وجود نداره، در این باور داشته باشین. در هر گوشه دنیایی که هستن اونا هم افغانیت و اسلامیت خود مراعات میکنن، امو حجاب اسلامی خود در طول تاریخ افغانستان یک بار بخونین فیلم های 40-50 سال، 60 سال، 20 سال، 30 سال پیش بکشین، همه زنای افغان با عفت و ای که یک گفته خود امارت اسلامی یک 0.5% یگان شوخی میکدن و یا مراعات نمیکدن دیگه، ما نمیتونیم که از خاطر 0.5% تمام زنای افغانستان جزا بتیم، مجازات کنیم، مکاتب رو برشان بند کنیم، پانتونان رو برخشان بند بکنیم، ما نمیتونیم این کار بکنیم. و ببینین ما یکی از مسئولین یک وزارت یک عرب زد، به جوابش امی مسئولین امارت اسلامی افغانستان امی عرف مره زد که ما از روزی که در کابل آمدیم ما هیچ دختر افغان بدون حجاب ندیدیم. بیاین که موضوع سر مکتب است، مکاتب باید باز شود و هر روزی که ما اولادای زی وطن منتظر میشانیم که این فردا این پس فردا
میبینین اول سه مای حمل تعلیمی گذاشت، سه حمل وعده کرده بود امارات، یک ماه پیش هر روز اعلان میکرد که سه حمل مکاتب برای تمام اولاد زی وطن باز میشه. که متاسفانه نشد، دخترها رفت دوباره سلفا جوابشان داد. دشمنت کیز وعده کرده و نکرد، بنان دشمنی با مردم افغانستان هر دولت که باشه خوب نیست. مردم همه چیز میبینن، همه چیز تماشا میکنن. یه درست است که امروز مردم افغانستان گرسنه است، محتاج یک لقمه نان هستن، ولی این روزها میگذره، این همش در تاریخ ثبت میشه کدام حکومت به مردم افغانستان چی کردن. امارات اسلامی اهمیت تامین است، ببینید هیچ بهانه‌ای وجود نداره با کلی اهمیت غیر ببینی اهمیت آوردین از ده تمام افغانستان اهمیت. باز چندین ولایت است که مکاتب باز است، چرا فرکت میکنین؟ از صفات جنوب رو به گزارش دادن تا صف 12 کل دخترها میخوان، در مزار شریف میخوان، در قندز میخوان، در ولسوالی های شبرغان میخوان. پس کابل چی مشکل داره پیگیر صاحب که اینجا مکتب بازگشایی نمیشه، مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم؟ تکرار میکنم هیچ مشکل وجود نداره، یگانه مشکل امیز که اینا باید ما بین خود بشینن. خب تازه گفتن که ما کمیسیون دایر کردیم و نتایج کمیسیون به قندهار فرستادیم، آیا نیاز است که در این رابطه کمیسیون ایجاد شد و بیاید نتایج خود به قندهار بفرسته؟ چون موضوع پانتونا حل شد، پانتونا باز شد، موضوع مکاتب از پانتونا که کم اهمیت است. ببینید خب افغانستان که تباه کردن می کمیسیون کمیسیون بازی است، ما آدمی 20 سال می دیدیم که کمیسیون 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 هیچ نتیجه شما ندیدیم، و حالا امارت اسلامی هم سر هر گپ کمیسیون. مردم حق تحصیل بر تمام مردم افغانستان محفوظ است، بر اطفال افغان ها محفوظ است، باید اونا درس بخونن. پس چرا ما کمیسیون دایره بکنیم برسی که ما اجازه بدیم که اولاد زی وطن درس بخونه نخونه؟ چرا چی ضرورتش است؟ چرا ما وقت کشی کنیم؟ باید درس بخونن. اونا ببینین طفل هستن تا میسن به دواز داره فارغ میشن، هر کدام از او 16 و 17 هستن، اطفال از این وطن هست. نباید ما در این امر گفت، باز تکرار میکنم یک ظلم است در حق اولاد از این وطن. ما به خاطر چی رو گپاره؟ ما همی دخترک خودم هست صنف 7 هست، هر روز که من خانه میرم از امی تلویزیون ها اولین سوالش پدر مکاتب ما چی وقت باز میشه؟ چرا حرفتا نمیشنون؟ ما چی گناه کردیم؟ چرا ما را جزا میدن؟ و هی میفهم که در هر خانواده این سوال هست، از تمام پدرها میشه، از تمام مادرها میشه، ولی نیفهم که شاید اطفال رهبری امارت اسلامی افغانستان هم همین سوال از پدرهای خود بکنن که پدر چرا؟ تا به کی میمانین مردم افغانستان که بیسواد باشن؟ و خودشان هم تکرار میکنن که یگانه عامل بدبختی ما همی بی سوادی است. پس بیاین که ریتی شکن بسازیم و در کجا سواد مردم یاد میگیره؟ خیلی مکاتب است، کل ما مکتب خواندیم، مموج تفسیر شریف است، قرآن کریم است، دنیات است، همه مسائل دینی رو ما در مکتب یاد میگیریم. پس چرا؟ چرا یک نوع ظلم است؟ یک نوع بی‌عدالتی است؟ این همیست که میم سر سوال شما که جامعه جهانی درباره به رسمیت شناختن ما فکر میکنن که اینا هنوز به او سوه نرسیدن که در سازمان ملل متحد یک نماینده شان شده باشه، او کس هم شده باشه که مکاتب به بدوی دخترهای افغانستان باز بکنه. حرفای ما به کدام ماناست که ما مشکلهای داخلی خود ما باید حل بکنیم؟ اصلا این ضرورت نیست که از امریکان به ما تانه بتا که مکاتب باز کنه، سازمان ملل متحد هم پاکستان، حالا همه روزه اینو میگن که مکاتب باید باز کنن، اما در کنار ازی که بخواست مردم افغانستان توجه نشده در این رابطه، بخواست علمای افغانستان توجه نشده، در کنار ازی بخواست جامعه جهانی که همواره خواسته که مکاتب دختران باید بازگشایی شده، در این رابطه هم توجه نشده.
ببینین خب اینمیز که فاصله ها ایجاد میشن ما بین حکومت و مردم، که اگر این فاصله ها را حکومت مد نظر نگیره و اینما تا هر موضوع را بزدیت مردم خود بکنه، طبیعی فاصله ها زیاد شده میره. وقتی که فاصله ها زیاد شد حکومت ها سقوط میکنه، ولو هر حکومت به هر نامی که باشه به خاطر مردم است. حکومت قبلی هم به دلیل سقوط کرد به نظر. ببینید خب تو خدایتان حکومت که در طول 20 سال از وزیرش گرفته تا برای جمهور بدون دروغ به مردم دیگه چیز نگفتن. شما بیانیه آخر آقای غنی رو شنیدین در پکتیکا رفت، گفت یک شما ماندین که پکتیکا رو آباد نکردین، دیگه کل افغانستان گل گلزار است، کل جای جور کردین. خب مردم کوچشم کجاست؟ و با صبحش درک میای میگه 90% مردم افغانستان زیر خط فقر است. این جور کردن است؟ این همیست که سقوط کرد، با وجود که هنوز آمیایش عساکر امریکایی در میدان هوایی کابل بود، ولی سقوط بختر مردم دیگه نمیپذیرف و دروغایشانه. و اگر امارت اسلامی افغانستان میخواه بالای مردم افغانستان حکومت بکنه، باید بالای ذهن مردم افغانستان، بالای قلبهای مردم افغانستان حکومت بکنه. حکومت به زور نمیشه، این باید همگی بفهمه. به زور کلاشنکوف در افغانستان کس حکومت نکرده. شما بخوانین تاریخه، اگر کدام بسیار وقت کم 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال بالاخره سقوط میکنه. مردم افغانستان یگانه چیزی که بدشان می کار زور است، ولو دعوتشان کو به زور نان بدشان نمیخوره. بین سر به قلب های مردم ما حکومت بکنیم، به ذهن مردم حکومت بکنیم. اگر هم تو باشه و مکاتب بسته کنیم رو بسته کنیم رو بسته کنیم، از یک طرف فقر و بدبختی و از یک طرف ما دخترای از جامعه خود در مکاتب نمانیم، طبیعی است که فاصله ها زیاد میشه. پیگیر صاحب، به عنوان آخرین پرسش اگر کوتاه جواب بدید، در صورت که لوی جرگه برگزار شود به نظر شما ترکیبش چگونه باشد و همچنان روی چی مسائل باید صحبت شود؟ ببینید لوی جرگه باید انتخابی باشه. هر کسی که در اوج اشتراک میکنه باید از طریق یک انتخابات باید بیاید. یک، در اوج 3-4 موضوع باید بس بکنن. یک، موضوع قانون اساسی، نو حکومت، بیرق ملی، سرود ملی. سر این مسائل بس بکنن تا که و کل چیزان به مردم بانن. مردم چیزی که فیصله میکنه اونم رو عمل بکنن. اینمیست که ما میریم به طرف یک افغانستان آزاد، آباد و به طرف یک ترقی. ما اگر امرای مردم باشیم طبیعیست که ما یک حکومت کامیاب می داشته باشیم. اگر نیک باز هر چیز با بالای مردم تحمیل بکنیم جبرن، همیست که باز ما ناکام استیم. ممنونتان سلیم پیگیر، آگاه مسائل سیاسی که در برنامه اشتراک کردید. سلامت باشین، زنده باشین. درود درون ولیدون کو دینن دیالوگ پرونه هم دلتا پای ترسی که تربیه هم پلوی بخون که خدای سپارم.